سلام به همگی، مهران هستم از کانال یوتیوب سیلیسیوم. این جلسه میخواییم با دستورات پایه لینوکس آشنا بشیم، با همشون یک مختصری کار بکنیم و انتظار ندارم که توی این جلسه همه دستورات رو یاد بگیرید. زیادن، ممکنه برای بار اول سخت باشن. شما فقط با این دستورات آشنا بشید، یک سایت رو براتون معرفی میکنم. هر وقت یک جایی به اشکال خوردید میتونید برید اون سایت دوباره بخونید، یک مروری بشه و کم کم در طی زمان و در طول زمان باشه که به این دستورات مسلط میشید. پس خودتون رو زیاد توی این جلسه درگیر کدها نکنید، فقط ببینید، یاد بگیرید، سعی کنید با من کد بزنید، حالا این دستورات رو توی ترمینال به کم کم یاد بگیرید. بریم توی فایرفاکس یک سایت رو سرچ کنیم. من یه چیزی بذارم زیر کیبوردم اینطوری صدا نده. خب می نویسم دستورات پایه‌ای لینوکس. خب همین سایت اول لینوکسیا نگاه کردم قبل از ریکورد ویدیو، دیدم خوبه، با همین میریم جلو. خب این سایتشه، میبینید چقدر دستور داره. به 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 به، نیاز نیست همه رو یاد بگیرید، اصلا نگرانی نداشته باشید، همه رو سعی میکنیم پوشش بدیم آروم آروم. یه دونه ترمینال باز میکنم همینجا، میذارم این قسمت صفحه به این صورت، ببینم اینم اینطوری بذاریم خوبه. آره، و خب اینجا کتا رو نگاه میکنیم، اشتباه زدم اون کلید رو و اینجا هم کتا رو با هم میزنیم. اولین دستوری که گفته دستور دیت هست. ببینید اینجا عجب دیتی نوشتم، میاد مینویسید دیت، اون ساعت رو بهتون میده. البته ساعت سیستم من غلط الان شبه، ولی اشتباه میزنه چون حالا یه دلیلی داره که بعدا درستش میکنم. دستور بعدی کل هست که میاد اون تقویم رو بهتون نشون میده، ولی به صورت میلادی. میبینید نوشته آگوست، کدوم ماه هستیم، کدوم روز هستیم و یه همچین چیزایی. اگر بخواید به صورت جلالی و شمسی ببینید، یک پکیجی داره که باید نصبش کنید، میگم سودو هفت اینستال جیکل. جیکل همون میشه جلالی کل که میتونید باهاش تقویم جلالی رو داشته باشید. حالا من مینویسم جیکل و میبینم که نوشته مرداد ماه هستیم، جمعه ها تعطیله، امروز هم چهارشنبه 22 مرداد هست. خب پس اینم حالا دستور جیکل شد. دستور بعدی دستور آپ تایم هست، میگه که سیستم چه مدتیه که آپ تایم دیگه بالاست. من میگم آپ تایم، ببینید میگه، خب میگه که ساعت الان اینه، این مدته که سیستمت آپ تایمه. و حالا یک سری اطلاعات دیگه هم داده، میگه یه یوزرم لاگین کرده و به این صورت. توی سرور اینا بزنید بهتون اطلاعات بیشتری میده. مثلا میگه که ممکنه به یک سرور دو تا یوزر همزمان لاگین کرده باشن. اونجا میگه که حالا دو تا یوزر لاگین کردن و اونجا یه کمی این دستور بهتر و بیشتر بهتون کمک میکنه. دستور دبلیو هم همونطوره، یه سری فقط اطلاعات بیشتر رو بهتون میده که مثلا دارید از تی تی وای استفاده میکنید یا همچین چیزایی. زیاد خودتون رو با این دستور درگیر نکنید. دستور بعدی هوامای هست که میگه من کی هستم، چه یوزری هستم که الان لاگین کردم، میگه یوزر مهران. بعد حالا این فینگر توی دبیان وجود نداره، ولی یکی از دستورات خیلی مهم دستور یونیم هست. ببینید یونیم میاد یک اطلاعات خوبی رو از اون سیستمتون میده، میگه خب سیستمتون لینوکس، خیلی هم شاهکار نکرد. ولی اگر بگیم یونیم داش ای، میاد یک اطلاعات خیلی بیشتری رو میده، میگه که سیستمتون لینوکس، اسمش مهران داش پی سی هست، ورژن کرنلتون اینه، بعد حالا یک سری اطلاعات دبیان داری و اینا و اینا و اینا. اگه بخواید اطلاعات خیلی بیشتری هم به دست بیارید، بهتر که برید فایل OS Release رو بخونید. برای خوندن یک فایل ما از دستور cat استفاده میکنیم، بعدن هم دقیقا با این دستور کار میکنیم. یک فایل هست، یک تکستی داره، حالا میخواییم اون تکست ها رو بهمون نمایش میده، از دستور cat استفاده میکنیم. توی مسیر ETC یک فایل داریم تحت عنوان OS Release. اگر اینو بزنم یک سری اطلاعات خیلی بیشتری بهم میده. مثلا میگه که pretty name-ت دبیان هست، دبیان نوع گنو لینوکسه. این که ما میگیم لینوکس نشون میده که یک نام کاملی نیست، نام درست گنو اسلش لینوکس است که یک بحث تاریخی داره. خودتون میتونید بعدا برید این دعواها رو بخونید. و خب این دبیانت دبیان 10 هست، اسمش باستر هست
و خب اینجا میبینید مثلا ورژن آیدیش رو گفته و یک سری اطلاعات بیشتر. اگر از این هم اطلاعات خیلی بیشتری بخواید، یک پکیج دیگه هست به نام اسکرین فچ که خیلی از لینوکس ها ازش استفاده میکنن وقتی میخوان حالا اون اطلاعات سیستمشون، توزیعشون، ورژنشون رو به بقیه نشون بدن. میگم sudo apt install اسکرین فچ. حالا یه سری نرم افزارهای دیگه هم هستن مثل اسکرین فچ مشابهش، ولی فعلا من از اسکرین فچ استفاده میکنم. اول دانلود و نصبش میکنیم، خیلی سبکه. بعد مینویسم اسکرین فچ به این صورت و میره برام خیلی خوشگل اینو در میاره. ببینید اول اینکه رفته اون لوگوی دبیان رو برام ساخته. شما اوبونتو باشید لوگوی اوبونتو رو میسازه، اگر فدورا باشید لوگوی فدورا رو. بعد حالا میگه که یوزر چیه، اسم سیستم چیه، او اس چیه، کرنل چیه، چقدر مدتی که این لپتاپ روشن، 5 ساعت روشنه. حالا روشن نبود، اسلیپ بود، ولی حالا چند تا پکیج نصب شده داری، چقدر عدد خوشگلی در اومده، 2345 تا. بعد شلت چیه، از بش استفاده میکنی. جلسات بعد بهتون یاد میدم که از ZSH استفاده کنیم، ZSH چه خوبی هایی داره. بعد اون رزولوشنت چقدره، از چه دسکتاپ انوایرومنتی استفاده میکنی، از چه ویندو منیجری استفاده میکنی. حالا اینا رو خیلی بعدتر یاد میگیریم. اسم تم چیه، ما نامیکس رو حالا انتخاب کردیم توی این تم پکمون و یه همچین چیزای دیگه. مثلا نامیکس سرکل رو استفاده کردیم، فونتمون اینه، سی پی یومون اینه و حالا اون جی پی یومون و رممون. این اطلاعات رو خیلی بیشتر و بهتر اینجا بهمون نمایش داد. دستور دیگه به صورت خاص میاد فقط اطلاعات سی پی یو رو بهمون نمایش بده. میتونید همین دستور رو هم اینجا بزنید، من اینجا پیستش میکنم راستی. برای پیست کردن کنترل وی کافی نیست، کنترل شیفت وی رو بزنید تا بیاد اون کدی رو که کپی کردید براتون پیست کنه. حالا میزنم میبینه که اطلاعات بیشتری رو داره از سی پی یو بهم نمایش میده. هر 4 تا کورش رو داره اینجا اطلاعاتش رو برامون قرار میده. یه دستور خلاصه ترش LSCPU هست که بزنید اونم باز دقیقا همین دستور رو بهمون نمایش میده. اطلاعاتش یه کمی محدودتره ولی خیلی کاربردیه. مثلا میگه که CPU اینتل کورای 5 نسل 3 هست. حالا اینم مدلش، این قسمتی که میبینی. بعد میتونیم اطلاعات مموری رو باز با همین دستور بگیریم یا اینکه بزنیم LS مم که اطلاعات مموری رو بهمون میده که چقدر مموری داریم و یه همچه اطلاعاتی. بعد حالا دستور DF هست که میگه چقدر از دیسکت پر شده. DU هست که میگه هر دایرکتوری چقدر اطلاعات رو گرفته. و به نظرم دستور مهم که اینجا هست دستور free هست. ببینید من free رو میزنم، میگه که چقدر توتال مموری داری. حالا اینجا من اینو یک کمی بزرگش بکنم، اینو هم اینجا یک کمی کوچکترش بکنیم. میگه که اینقدر فضا داره مموریت، این مقدار یوز شده، اینقدر فری هست، اینقدر شیر شده، اینقدر کش شده و یه همچین اطلاعاتی. اگه بخواید یک کمی اطلاعات بیشتری از اون پکیج هایی که دارن اجرا میشن هم بگیرید، دستور تاپ هست. یعنی میزنید تاپ، علاوه بر همون اطلاعاتی که در مورد مموری میداد، در مورد سی پی یو هم میگه که حالا چقدر از اون سی پی یو گرفته شده، چند تا تسک فعال داری، چه نرم افزارهای بالا هستن دارن تو پس زمینه اجرا میشن. مثلا سینامون داره اجرا میشه، اینجا زورگ رو داریم، FFmpeg رو داریم و بقیه پکیج ها. یا مثلا PID داریم. اگه بخوام یک پکیجی رو اینجا غیر فعالش کنیم، به فرض اگه من سابلایم تکست رو اجرا کنم، ببینید اینجا سابلایم تکست هم اومد که داره اجرا میشه. حالا من به واسه این PID میتونم این سابلایم تکست رو، حتی اگر اسم اون کامندش رو هم ندونم، فقط این پروسس رو متوقفش کنم. کیو میزنم، از اینجا خارج میشم، بهتون میگم چطوری بتونیم مثلا این پروسس سابلایم تکست رو هم غیر فعالش کنیم. همین اینایی که یاد میگیرید ممکنه در آینده شغلیتون وقتی که میخواید یک سرور رو مدیریت بکنید خیلی به دردتون میخوره این اطلاعات، چون اونجا ما دیگه محیط گرافیکی رو نداریم و فقط به اطلاعاتی که از ترمینال به دست میاد دسترسی داریم. خب حالا این دستورات رو هم یاد گرفتیم، بریم دستوراتی که مرتبط با فایل هستن. یکی از مهمترین دستورات ls هست که میاد لیست فایل ها و دایرکتوری های موجود رو برامون لیست میکنه. مثلا توی این مسیری که من هستم
که در همین جا رو به هم نشون میده، میگه که یه همچین فایل ها دایرکتوری هایی هستن. اگه بخوایم اینا یه کمی بیشتر بریم جلو، میگم ls-l که میاد اون فایل ها رو مرتب میکنه و اطلاعات بیشتری ازشون به هم میده. میگم اینجا ls-l، میبینید که اول اینکه اومد برام اطلاعات رو لیست کرد و یک سری اطلاعات بیشتر هم به هم میده. مثلا میگه که این فایل چه زمانی، حالا این دایرکتوری چه زمانی ایجاد شده، یا این فایل چه حجمی رو اشغال کرده. بعد حالا میگه که مالکیت این فایل مالکیه، حالا جلسه بعد بهتون توضیح میدم در مورد سطوح دسترسی توی لینوکس، چرا لینوکس امنه. ولی میبینی که مثلا اینجا این دایرکتوری ها و فایل ها مال مهرانن، این ولی فایل مال کاربر روت هست. اینجا هم دسترسی ها رو میگه، حالا جلسه بعد دوباره دسترسی ها رو کار میکنیم و یه همچین اطلاعاتی. یه سویچ مهم دیگه که داریم سویچ دش ای هست که میاد فایل های مخفی رو هم بهمون نشون میده، اون فایل هایی که اولشون با دات شروع میشه. یعنی اگر من میگم ls-a، میاد همه فایل ها حتی اونایی که با دات شروع شدن و اساسا مخفی هستن رو هم بهم نشون میده. این سویچ ها رو میشه ترکیبم کرد، یعنی بگم ls-la که هم میاد لیست میکنه برام، هم میاد اون فایل ها و پوچ های مخفی رو هم بهم نمایش میده. بعد از دستورهایی که اینجا خیلی مهمه، دستور cd هست، change directory. اینو یکم باید بهتون توضیح بدم قضیه چیه. ببینید برخلاف ویندوز که شما یک سری درایف هایی رو داشتید، میرفتید هر درایوی اونجا اطلاعات رو میدیدید، اینجا شما یه دونه مسیر دارید به نام root با اسلش نشون داده میشه این مسیر، و هر پارتیشن و هر درایف، حالا اینجا درایف معنی نداره، بهش میگیم پارتیشن، ولی هر پارتیشن، هر فلش، هر سی دی، هر پوشه ای یک زیرشاخه از این روت قرار میگیره. حتی اون درایوی که توش ویندوز رو نصب کردی اونم یک چایلدی هست از این درخت روت. حالا ما میتونیم به وسیله دستور سی دی اون دایرکتوریمون رو عوض کنیم. یعنی حالا یک دستور دیگه هست pwd، میگه من تو چه مسیری هستم، میگه تو مسیر هم مهران هستی. حالا میگم cd change directory کن منو ببر به root. میبینی که اینجا یه دونه slash قرار گرفت. میگم pwd من تو چه مسیر هستم، میگه تو مسیر root. میگم یک ls بگیم، میبینم که یه همچین دایرکتوری هایی هست. مثلا یکی از دایرکتوری هایی که قبلا باش آشنا شدیم etc هست، که مثلا اون تنظیماتی که برای سیستم عامل هست، برای اون پکیجمون هست، اینجا قرار میگیره. فایل os-release هم اینجا بود، فایل سورس لیست پکیج منیجرمون هم توی این مسیر بود و یه همچین چیزایی. مثلا میگم cd etc، بعد از etc برو به مسیر apt. یک ls میگیرم، میبینم که فایل sources.list، اون فایلی که جلسات اولی فکر کنم جلسه 3 بود تغییرش دادیم، اینجا قرار گرفته. حالا دوباره بگم اگه pwt، میگه که البته باید pwd می نوشتم، میگه که توی چه مسیری قرار گرفتیم. بعد اومده دستور make dir رو گفته چطور یک دایرکتوری بسازیم. دقت کنید که من توی این مسیر، این مسیر etc نمیتونم دایرکتوری بسازم به حالت عادی. اگه بگم make dir مثلا دایرکتوری تست، به هم میگه که شما پرمیژن ندارید. اینو جلسه بعد بهتون توضیح میدم که چرا ما پرمیژن نداریم، دلیلش چیه. ولی اگه بخواید حتما این مسیر یک دایرکتوری بسازید، باید اولش یه دونه sudo بزنید، پسوردتون هم که بزنید دیگه اون دایرکتوری تست اینجا ایجاد میشه. بعد میتونیم یک سری فایل هایی رو پاک بکنیم با دستور rm. اگه بخوایم یک دایرکتوری مثل همین دایرکتوری تست رو پاک کنیم، از همون rm استفاده میکنیم، ولی یه دونه سویچ داش r هم باید بزنیم. یعنی اگه من بگم rm تست، این کار نمیکنه چون تست یه دونه دایرکتوریه، باید بهش بگم داش r. ولی اینو هم بزنم کار نمیکنه. حالا اینجا من yes رو میزنم ولی دوباره کار نکرد چون پرمیژن نداره. یادتون باشه من با sudo این دایرکتوری رو ساختم، با sudo هم میتونم حذفش بکنم. حالا جلسه بعد خیلی بیشتر بهتون توضیح میدم. ولی اگر بزنم sudo rm-r test، میبینم که دستور به خوبی اجرا شد، و اگر یک بار دیگه ls بگیرم میبینم که اون دایرکتوری تست دیگه اینجا موجود نیست. یک فایل رو اگه بخوام پاک کنم دیگه به این سویچ داش r نیاز ندارم، همون تست رو
اگر فایل باشه میتونم بنویسم. حالا اگه بخوام برم به هوم خودم، میگم change dir home، منو ببر به مهران. اینو یک شورتکات دیگه براش نوشتن به این صورت، حالا نمیدونم این علامت چیه، بذارید یکم بزرگ کنم براتون. شیفت رو میگیرم، بالای تب یه دونه کلید هست برای اینکه بکتیک بذاریم، شیفت اون کلید رو میزنم، میاد این علامت رو برام قرار میده. اگه اینو هم بزنم منو میبره به هوم. یک شورتکات خیلی خفن دیگه هم اینه که مستقیما همون سی دی رو بزنم. یعنی اگه من بنویسم سی دی اینتر، دوباره منو میبره به دایرکتوری هوم. یعنی اگه بگم پی دبلیو دی، میگه که توی هومت هستی. و دقیقا همین علامت تیلدا فکر کنم بهش میگن، مطمئن نیستم، باید چک بکنم. این علامت هم میبینم که اینجا قرار گرفته که نشون دهنده دایرکتوری هوم هست. خب اگه بخوام یک فایلی رو بسازم ببینم اینجا گفته یا نه، خب گفته، با دستور تاچ میسازم. مثلا میگم تاچ test.txt که میتونم یک سری اطلاعات رو توش قرار بدم. حالا یه ls گرفتم، میبینم که فایل test.txt اینجا هست. اگه بخوام پاکش کنم بدون sudo، میام اینجا مینویسم test.txt و میتونم به این صورت پاکش کنم. خب اینم از این. بعد چی کار کنیم؟ اگه بخوایم فایلی رو کپی بکنیم، از دستور cp استفاده میکنیم. اگه بخوایم جابجاش کنیم ببریم یه پوشه دیگه، یا اینکه اسمش رو عوض کنیم، از دستور mv استفاده میکنیم. و اگر اون چیزی که میخوایم عوضش کنیم یک دایرکتوری باشه، از دستور -r استفاده میکنیم. هم برای cp و حالا برای move کردن این دستور نیاز نیست. حالا بیایم یک تستایی رو انجام بدیم. مثلا من میگم touch test.txt. حالا میخوام این فایل رو یک کپی ازش بگیرم، میگم cp حالا مثلا test.txt به نام text.txt. میبینی که به این صورت تونستم ازش کپی بگیرم، هم تست رو دارم هم تکست رو دارم. حالا اگه بخوام این فایل test.txt رو بکنمش اسمش رو text2.txt، از دستور move استفاده میکنم. یعنی میگم move test.txt به نام text2.txt. یه بار ls میگیرم، میبینم که اون فایل test.txt شد text2.txt. اگر هر دوتای این فایل ها رو بخوام ببرم به دسکتاپ چیکار کنم؟ میگم mv کن text.txt و text2.txt رو به مسیر دسکتاپ، اون مسیری که میخوام بهش موو بشه رو این آخر سر قرار میدم. حالا مهم نیست دو تا سه تا ده تا فایل اینجا قرار بگیره. اگر اینتر رو بزنم یه ls بگیرم، میبینم که اینجا دیگه این دو تا فایل وجود ندارن. ولی اگر یک ls از دسکتاپ هم بگیرم، میبینم که فایل text.txt و text2.txt اینجا قرار گرفتن. خب یه چیز دیگه دستور ln-s هست برای اینکه بیایم یک شورتکاتی از اون فایل رو بسازیم. این کار چطوری انجام میشه؟ ببینید، من میرم به دسکتاپم. کجا رفتم؟ فکر کنم یک اشتباهی رخ داد. خب اینجا بودیم، درسته؟ اینجا بودیم. میگم که برو به دسکتاپ و مثلا این فایل هایی که اینجا داشتم، هر دوتا این فایل ها رو پاک میکنم. ولی یه دونه فایل به نام t.txt داشتم، میخوام ازش یه دونه شورتکات بسازم. چیکار کنیم؟ اینجا میام مینویسم ln-s، از فایل t.txt یک شورتکاتی بساز به نام، حالا مثلا شورتکات به این صورت. میام میبینم چی ساخته برام، میبینم که یک چیزی ساخته، اسمش رو گذاشته شورتکات و یه دونه علامت فلش هم اینجا داره، همونطور که میبینید که میاد به همین فایل t.txt اشاره میکنه. یعنی اگر من اینو بازش کنم اطلاعات همین فایل رو میبینم، اگر اینو ادیتش کنم این فایل ادیت میشه. یعنی این فایل دقیقا به همین t.txt وصله. از این روش میتونید برای ساختن شورتکات هم استفاده بکنید. بعد ببینیم چیا داریم اینجا. دستور مور رو داریم و لس رو داریم. اینا رو هم بهتون یاد بدم. ببینید، من میخوام، گفتم که به واسطه دستور کت میشه اطلاعات یک فایل رو خوند. من یک فایلی دارم به نام var log syslog.
این فایل میاد اون لاگ ها و اون اتفاقاتی که توی سیستمم رخ داده برام می نویسه. معمولا هم حجمش خیلی زیاده، کلی اطلاعات توش نوشته شده. اگر من این کت رو بزنم که اجرا نمیشه چون نیاز به دسترسی سودو داره برای خوندن این فایل، یکی فایل خیلی مهم هست، با سودو میزنم میبینم که کلی اطلاعات برام نوشته. میخوام برم همون اولش، میبینم که منو نمیبره به اولین قسمت. چرا؟ چون اینجا یک محدودیتی هست برای نمایش اطلاعات بیشتر از اون. الان من یک خط دیگه اینجا مثلا اضافه کنم، داره از اون بالا اطلاعات کمتری رو بهم نمایش میده. اگر بخوام مرحله به مرحله این اطلاعات رو بهم نمایش بده، به جای کت باید از دستور مور استفاده کنم. مور رو میزنم و خب میگه که توی درصد اول این فایل هستیم، اینجا دقیقا ابتداشه. اینتر رو میزنم و کم کم میایم پایین و میتونم من لاین به لاین این اطلاعات رو بخونم. کیو رو میزنم ازش خارج میشم. دستور دیگه ای که برادر این مور هست دستور لس هست. شما با لس هم میتونید دقیقا این کار رو بکنید، ولی خوبی لس اینه که شما میتونید صفحه به صفحه برید جلو. یعنی اگر من به جای مور اینجا بنویسم لس، دقیقا داره از همون ابتدا به هم اطلاعات رو نمایش میده. ولی من کلیت های پیج آف و پیج دان رو دارم روی لپتاپ، اون اروهایی که هست بالا پایین چپ و راست، کنار اون پیج آف و پیج دان رو دارم روی کیبورد، کنار کلید اگر اشتباه نکنم هوم و اند هست. اگر من پیج دان رو بزنم میبینید که داره یک صفحه رو عوض میکنه، یعنی اطلاعات اینجا کلن عوض شد. میبینید که دارم به صورت صفحه صفحه میرم جلو، برمیگردم عقب به ابتدای فایل، یه صفحه رفتم جلو. اینجا هم که این ثانیه ها رو دارید میبینید که ثانیه به ثانیه چه اتفاقاتی رخ داده. کیو رو میزنم ازش خارج میشم. این دستور لس یک استفاده خاصم داره که میتونیم یه پایپ بذاریم، اون دستوراتی که خروجیشون خیلی زیاده اونا رو هم دوباره صفحه به صفحه بخونیم. مثلا همون جایی که گفتیم cat proc lscpu، حالا lscpu نبود، cpu info بود. خب ببینید کلی اینجا داره اطلاعات رو بهم نمایش میده. من گفتم که حالا میتونیم از less اینجا استفاده کنیم که پیج آب پیج دان داره، اینطوری راحت تر ببینیم. یه کار دیگه هم اینه که اینجا کت رو نوشتیم، یه دونه پایپ بذاریم و اینجا بنویسیم لس، دوباره داره برامون اطلاعات رو صفحه به صفحه نمایش میده. اینم برای اون دستوراتی که خروجشون خیلی زیاد هست خیلی میتونه مفید باشه. برای این پایپ هم بهتون نگفتم، شیفت بک اسلش رو میگیرم، شیفت بک اسلش برامون پایپ قرار میده به این صورت. بعد از این لس رو هم بهتون گفتم، حالا این کامنت خیلی مهم نیست، اینا هم زیاد مهم نیستن. هد میاد ده خط اول رو نمایش میده، به این صورت میتونید تعداد خط ها رو بیشتر بکنید. تیل هم میاد از آخر ده خط رو نمایش میده، یا به این صورت بگید که تعداد خط های بیشتر رو بهتون نمایش بده. در مورد پروانه فایل اینو بذارید برای جلسه بعد بمونه، چون به طور مفصل میخوام مجوزهای دسترسی رو براتون توضیح بدم و حالا بمونه برای جلسه بعد. بریم دستور بعدی، حالا بخش بعدی که فشرده سازی هست. فشرده سازی ذاتاً نیاز نداره هستن به ترمینال. ببینید من میام روی این فایل کلیک میکنم، میرم بخش کامپرس، میتونم به صورت تاردات جی زیپ فشرده کنم یا به صورت زیپ فشرده کنم. بیام حتی برای فایلم یک رمزی رو مشخص کنم، بگم که بیا از هر مثلا 100 مگابایت یه بار اسپلیتش بکن، همه این کارا ممکنه. ولی خب من در نظر میگیرم که شما یه کاربری هستی که ممکنه در آینده بخواید با سرور کار بکنید، بخواید با ترمینال بیشتر کار بکنید، اون موقع نیاز میشه که بتونید این کارا رو تحت ترمینال هم انجام بدید. یک دستور هست تحت عنوان tar، بعد نوشته cf create file، بعد اسم اون فایلی که میخواد به عنوان خروجی بیاد رو هم گفته، بعد اسم اون فایل هایی که میخواد کامپرس بشه رو هم بهش گفته. حالا اینو اگه من بهتون بخوام بگم، مثلا یکی میگه که بیا این جنگ و سورس کورس رو به هم بده، میگم باشه tar cf tar بیا برام create file کن، اسم فایلم چی باشه؟ باشه جنگ و دات
تار چه پوشه یا پوشه هایی رو میخوام فشرده کنم. میگم مثلا پوشه django.course باشه، فایل index.html باشه و فایل t.txt. اینتر رو میزنم، برام یک فایل فشرده رو خیلی سریع ساخت که اگر بازش کنم میبینم که django source course index و t.txt اینجا قرار گرفتن. اگه بخوام این فایل رو باز بکنم با این دستور بازش میکنم، میگم tar extract کن فایل چی رو، همین فایل tar.txt رو. من میام چیکارش میکنم، اینو اینجایی که اینو داشتیم میام میگم که یه دون دایرکتوری بساز به نام حالا tar، بعد برو به دایرکتوری تاری که ساختی و اینجا بگو tar extract کن فایل، یه پوشه برو عقب، دو تا نقطه یعنی یه پوشه برو عقب و فایل جنگو دات تار رو همینجا برام اکسترکت کن. اینتر رو میزنم و عملیات با موفقیت انجام شد. میرم پوشه تار و میبینم که محتویات اون فایل اینجا برام اکسترکت شد. توی سرور زیاد از این کارا استفاده میکنیم و اگه بخواید فایلتون فشرده بشه، حجمش کمتر بشه، میگید tar create zip file به این صورت و حتما باید پسوند فایلتون باشه tar.gzip یا حالا میتونید zip هم بذارید، مشکلی نداره. ببینم اینجا خودش گفته zip رو یا نه، نگفته، ولی خب میتونید tar.gzip بذارید یا zip بذارید یا بقیه فرمت ها. و اگه بخواید اکسترکتش بکنید، چون میخواد یک سری محتویات فشرده شده رو باز بکنه، باید بگید extract zip file، یعنی به این صورت این دستوراتی که اینجا گفته بودیم extract file میشه extract zip file، یا اینجا که گفته بودیم create file میشه create zip file. خیلی کار ساده ایه، دقیقا همین رو اینجا بهتون توضیح دادم. بعد برای جستجو کردن هست، انواع و حالات مختلف جستجو کردن رو گفته، نمیخوام زیاد اینا رو حالا درگیرتون کنم با این اطلاعات، ولی از اینجا به نظرم همین دستور grep مهمه. ببینید مثلا من بهتون گفتم که ما یک دستوری داریم تحت عنوان app.list، میاد همه پکیج های موجود در مخزن گنو لینوکس رو بهتون نشون میده، در مخزن دبیان رو بهتون نشون میده. حالا اگه من بخوام یک پکیج خاصی رو توی این لیست از اطلاعات grep کنم، جستجو کنم، میام یه دونه پایپ میذارم، مینویسم grep کن برام مثلا نام تلگرام رو به این صورت و خودش میره برام سرچ میکنه، میگه که من فقط یه دونه پکیج دارم به نام تلگرام داش دسکتاپ. ما یه دستور دیگه که داشتیم apt search به این صورت، اون میاد توی توضیحات و دیسکریپشن ها هم عملیات سرچ کردن رو انجام میده، ولی خب این دستوری که الان بهتون گفتم apt list پایپ grep تلگرام میاد فقط توی اسم ها اون عملیات جستجو رو انجام میده و یه کمی دقیق تر از apt search میتونه تو بعضی شرایط باشه. خب حالا grep مهمترین دستوری است که اینجا هست. بریم سر وقت دستورات شبکه.